پیچ کورکن را به همراه واشر فیبری پس از جا زدن پین قفل‌کن محور دنده حرفگرد در محل مربوطه با گشتاور 2.5 تا 7.5 نیوتن متر ببندید. پین وسط اهرام دنده عقب را در محل خود توسط چکش مسی جا بزنید. مجموعه جعبه دنده را به گونه‌ای که دهانه آن به سمت بالا باشد قرار داده و اهرام دنده عقب را به گونه‌ای که زایده انتهای اهرام رو به پایین و مرکز جعبه دنده باشد بر روی پین وسط اهرام دنده عقب نصب کنید. ته دنده هرزگرد را پس از روغن زدن به گونه ای که پین اهرام داخل شیار دنده هرزگرد قرار گرفته و سمت شیاردار دنده هرزگرد به سمت عقب گیربوکس باشد نصب کنید. محور دنده هرزگرد را از سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده به گونه ای که پله انتهای شفت رو به بالا باشد به داخل هدایت کرده و پس از عبور دادن آن از سوراخ مرکزی دنده هرزگرد با چکش مسی جا بزنید. روانی حرکت بازوی اهرام دنده عقب و دنده هرزگرد را آزمایش کنید. قطعه رینگ قفلی را بر روی بولبرینگ شفت اصلی توسط نیروی دست جا بزنید. بولبرینگ شفت اصلی را به همراه رینگ قفلی در محل خود روی جعبه دنده به گونه ای که دهانه رینگ قفلی رو به محل نشیمن بولبرینگ دنده زیر باشد پرس کنید. پیچ دو سر رزوه پوست کلاژ را پس از آغشته کردن به چسب لایک تایت 270 از سمت رزوه کوتاه‌تر در محل سوراخ راه به در در قسمت جلوی جعبه دنده در امتداد دنده زیر توسط آچار استود 38 اینچ ببندید. گشتاور لازم برابر 13 تا 16.5 نیوتن متر می باشد. کنس داخلی رولبرینگ را در محل خود در انتهای دنده زیر جا بزنید. مجموعه دنده زیر را داخل جعبه دنده قرار دهید. به گونه ای که دنده چار زیر بین دنده هرزگرد و دیواره جعبه دنده قرار گیرد. بوش دنده یک را در داخل مجموعه دنده یک پس از روغن زدن قرار دهید. توپی کشوی دنده یک و دو را داخل کشوی یک و دو به گونه ای که قسمت پلدار توپی به سمت پلدار کشوی باشد مونتاژ کنید. 3 عدد خار کشوی را در مکان شیار خورده روی توپی قرار دهید. دقت کنید که قسمت برآمده روی خار کشوی به سمت دیواره کشوی باشد. رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی طوری که زایده انتهای رینگ قفلی در شیار یکی از خارهای کشویی قرار گیرد به کمک پیچ گوشتی مونتاژ کنید. مجموعه حاصل را وارونه کنید و سپس رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی به طوری که جهت رینگ‌های قفلی کشویی مخالف یکدیگر و نقطه درگیری رینگ‌ها روی یک خار کشویی نباشد مونتاژ کنید. خارهای کشویی مونتاژ شده را تنظیم کنید طوری که خارها مماس سطح توپی شود. توپی کشویی دنده 3 و 4 را در داخل کشویی 3 و 4 و دنده عقب به گونه ای که قسمت پله‌دار توپی به سمت دنده عقب باشد مونتاژ کنید. خارهای کشویی و رینگ‌های قفلی را نیز مانند مجموعه توپی و کشویی 1 و 2 مونتاژ کنید. مجموعه دنده 3 را پس از روغنکاری بر روی شفت اصلی به گونه ای که مخروطی به سمت بالا باشد قرار دهید. دنده برنجی را پس از روغنکاری بر روی مخروطی دنده 3 قرار دهید. مجموعه توپی 3 و 4 و دنده عقب پیش مونتاژ شده را به گونه ای که دنده عقب به سمت پایین باشد بر روی شفت جا بزنید. شفت اصلی را وارونه کنید. سپس مجموعه دنده 2 را پس از روغنکاری بر روی شفت اصلی به گونه ای که مخروطی رو به بالا باشد قرار دهید. دنده برنجی را پس از روغنکاری بر روی مخروطی دنده 2 قرار دهید. مجموعه توپی و کشوی 1 و 2 را بر روی برنجی و دنده 2 به گونه ای که قسمت پله‌دار کشوی رو به پایین باشد قرار دهید. مجموعه شفت اصلی را بر روی فیکچر پرس قرار دهید.
آزاد بودن دنده های 2 و 3 را با چرخاندن آنها توسط دست آزمایش کنید. هزارخواری توپی ها را میزان کنید و دنده های برنجی را با خارهای کشویی تنظیم کنید. سپس مجموعه را پرس کنید. مجدداً روانی چرخش دنده ها را آزمایش کنید. مجموعه شفت اصلی پرس شده را برای بستن مهره سر شفت خروجی بر روی فیکچر مربوطه قرار دهید. مهره سر شفت را با دست ببندید. سپس توسط آچار بوکس آن را با گشتاور 81.5 تا 125 نیوتن متر محکم کنید. دیواره مهره سر شفت اصلی را به حفره تعبیه شده در شفت اصلی به منظور جلوگیری از باز شدن مهره توسط چکش آهنی و سنبه مخصوص فرش کنید. مجموعه شفت اصلی پیش مونتاژ شده را از قسمت جلوی جعبه دنده عبور داده، سپس مجموعه دنده 1 را از دهانه بالایی جعبه دنده به گونه‌ای که دنده برنجی به سمت جلوی جعبه دنده باشد به داخل هدایت کنید. اکنون شفت اصلی را از سوراخ دنده 1 و بولبرینگ انتهای جعبه دنده عبور دهید. با استفاده از چکش مسی به آرامی به انتهای شفت ضربه بزنید تا مجموعه شفت اصلی داخل بولبرینگ درگیر شود. دنده های برنجی 2 و 3 را تنظیم کرده به گونه ای که خارهای کشویی در شیار دنده برنجی ها قرار گیرد. دقت کنید که بوش دنده 1 کاملا جا خورده باشد و دنده عقب را با دنده هرزگر درگیر کنید. مجموعه شفت اصلی را در کنس داخلی بولبرینگ مونتاژ شده بر روی جعبه دنده پرس کنید. در صورت موجود نبودن پرس با استفاده از چکش مسی به گونه ای که کنس داخلی بولبرینگ شفت اصلی به عنوان رست مورد استفاده قرار گیرد، می توان عمل جا زدن مجموعه شفت اصلی را انجام داد. برای این منظور می توان از بوش دنده 1 یا قطعه شبیه آن استفاده کرد. با توجه به تغییر صدای ناشی از ضربات چکش می توان از جا رفتن کامل شفت اطمینان حاصل نمود. روانی حرکت شفت اصلی و دنده ها را آزمایش کنید. دنده 5 متحرک را از انتهای شفت اصلی به داخل هدایت کنید. یک عدد واشر تنظیم رنگی را با توجه به فاصله بین دنده 5 متحرک و جای خار روی شفت اصلی انتخاب کرده و آن را به همراه خار رینگی بر روی شفت مونتاژ کنید به گونه ای که بعد از جا زدن خار واشر نچرخد. از صحت قرارگیری خار رینگی اطمینان حاصل کنید. چهار عدد پیچ دو سر رزبه 5/15 را از سمت رزبه کوتاه‌تر به چسب لایک‌تایت 270 آغشته کرده و توسط آچار استود در قسمت جلوی پوسته جعبه دنده ببندید. گشتاور لازم 8 تا 10.5 نیوتن متر می باشد. یک عدد واشر روغن برگردان و یک عدد بولبرینگ را به ترتیب بر روی شفت ورودی قرار داده و بولبرینگ را توسط ابزار مخصوص جا بزنید. یک عدد واشر تنظیم را روی بولبرینگ قرار داده و به وسیله خار باز کن خار رینگی مربوطه را بر روی شفت ورودی جا بزنید. پاس نمد در پوش جلو را پس از چرک کردن قطر خارجی در محل خود مونتاژ نمایید. مجموعه شفت ورودی و بولبرینگ را بر روی ابزار مخصوص قرار داده و قطعه در پوش جلو را بر روی بولبرینگ شفت ورودی توسط ابزار مخصوص جا بزنید. رینگ قفلی بولبرینگ را بر روی درپوش قرار داده و سپس آن را توسط ابزار مخصوص یا پیچ گوشتی دوسو مونتاژ نموده و زبانه های آن را نسبت به درپوش تنظیم نمایید. 23 عدد رولر داخل شفت ورودی را
به همراه گریس نسوس در محل خود به طور منظم بچینید. رینگ نگهدارنده رولرهای داخل شفت ورودی را با مقداری گریس نسوس روی رولرها قرار دهید. دنده برنجی را بر روی مخروطی شفت ورودی مونتاژ کنید. واشر کاغذی درپوش شفت ورودی را بر روی درپوش جلو قرار دهید. روی واشر کاغذی را به چسب لاکتایت 0708 آغشته کنید. مجموعه پیش مونتاژ شده شفت ورودی را در محل خود در قسمت جلوی گیربوکس به گونه‌ای که ذیل تخت درپوش رو به بالا باشد به کمک چکش مسی نصب کنید. روانی حرکت دنده‌ها را آزمایش کنید. 4 عدد مهره 6 گوش را به همراه واشرهای فنری مربوطه بر روی پیچ‌های دو سر رزبه ببندید. گشتاور لازم برابر 14 تا 21 نیوتن متر می باشد. ابتدا و انتهای دنده زیر را به محل نشیمن خود هدایت کنید. مجموعه دنده زیر را به گونه‌ای که نوک آن در مرکز سوراخ مربوطه قرار گیرد نگه داشته و سپس کنس خارجی رولبرینگ شفت دنده زیر را توسط سنبه مخصوص بر روی جعبه دنده قرار داده و با سمت دیگر سنبه آن را بر روی دنده زیر و جعبه دنده مونتاژ کنید. در پوش روغن دنده زیر را توسط سنبه مخصوص جا بزنید. گیربوکس را در وضعیتی قرار دهید که شفت خروجی رو به بالا باشد. سپس مجموعه بولبرینگ دنده زیر را توسط سنبه مخصوص و چکش آهنی مونتاژ کنید. به گونه ای که رینگ بولبرینگ مماس بر سطح جعبه دنده شود. صفحه نگهدارنده بولبرینگ را در محل خود بر روی جعبه دنده قرار دهید. 7 عدد پیچ آلنی آن را به چسب لایکتایت 270 آغشته کرده سپس آنها را به صورت ضربدری ببندید. گشتاور لازم برابر 6 تا 12 نیوتن متر می باشد. 2 عدد پین گلدانی عقب را در محل خود بر روی جعبه دنده توسط چکش مسی جا بزنید. کشویی 5 را به گونه بر روی توپی دنده 5 محرک قرار دهید که قسمت مخروطی آن به سمت دنده ها باشد. رینگ قفلی کشویی را در داخل شیار توپی قرار داده و سپس خار کشویی را از داخل شیار محوری توپی عبور دهید. به گونه ای که زبانه رینگ قفلی در داخل شیار خار کشویی قرار گیرد. سپس خار کشویی دوم را در داخل شیار توپی قرار دهید. خار کشویی سوم را نیز با فشار دادن رینگ قفلی به کمک پیچ گوشتی به سمت داخل در شیار مربوطه مونتاژ کنید. کشویی را به سمت پایین هدایت نموده و رینگ قفلی طرف مقابل را بر روی خارها به گونه ای که جهت رینگ های قفلی کشویی مخالف یکدیگر بوده و نقطه درگیری آنها بر روی یک خار نباشد مونتاژ کنید. بوش فولادی دنده 5 محرک را از سمت قطر بزرگ آن بر روی دنده زیر قرار دهید. مجموعه دنده 5 محرک پیش مونتاژ شده را از سمت دنده بر روی بوش فولادی جا بزنید. دنده برنجی و مخروطی دنده 5 را بر روی مجموعه دنده 5 زیر قرار دهید. دنده 5 زیر و دنده عقب را درگیر نموده و مهره سر دنده 5 زیر را با گشتاور 65 تا 79 نیوتن متر ببندید. لبه مهره انتهای دنده زیر را توسط سنبه و چکش پرچ نمایید. ماهک های عقب 3 و 4، 1 و 2
و 5 را بر روی کشویی دنده های مربوطه قرار دهید. مجموعه میل ماهک 5 و عقب را ابتدا از ماهک دنده 5، سوراخ مربوطه در انتهای جعبه دنده، ماهک دنده عقب عبور داده و انتهای میل ماهک را به سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده هدایت کنید. مجموعه میل ماهک 3 و 4 را از سوراخ مربوطه در انتهای جعبه دنده، سپس از ماهک 3 و 4 عبور داده و آن را به سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده هدایت کنید. مجموعه میل ماهک 1 و 2 را نیز به طور مشابه جا بزنید. پس از تنظیم سوراخ میل ماهک ها با ماهک های مربوطه، پین های فنری مربوطه را توسط چکش آهنی جا بزنید. بهتر از شیار پین ها در امتداد میل ماهک ها باشد. داخلی چرخ‌دنده کاوچویی کیلومتر شمار را در داخل چرخ‌دنده کاوچویی جا زده سپس مجموعه را بر روی شفت اصلی به گونه‌ای که برآمدگی آلومینیومی چرخ‌دنده کاوچویی رو به انتهای شفت اصلی باشد توسط ابزار مخصوص و چکش به آرامی مونتاژ نمایید. دو عدد پیچ دو سر رزه بلند را از سمت رزه کوتاه‌تر توسط آچار استاد 5/16 اینچ در محل نشیمن گلدانی عقب بر روی جعبه دنده ببندید. گشت آور لازم برابر 13 تا 17 نیوتن متر می باشد. چهار عدد ضربه گیر پایه دست دنده را در محل خود روی گوشواره های گلدانی عقب با نیروی دست مونتاژ کنید. دو عدد گوش پایه اتصال دست دنده را از ضربه‌گیرهای مرحله قبل عبور دهید. سویچ فشنگی را پس از آغشته نمودن به چسب سیلیکون در محل خود روی گلدانی عقب ببندید. کاسه نمد گلدانی عقب را پس از چرب کردن با روغن در انتهای گلدانی جا بزنید. گلدانی عقب را پس از چسب زدن محل نشیمن جعبه دنده با چسب لایک‌تایت 518 بر روی جعبه دنده جا بزنید به گونه‌ای که کاملاً بر روی جعبه دنده قرار گیرد. گاردان را در محل خود روی شفت اصلی قرار داده سپس دو عدد مهره پیچ‌های استود، 4 عدد پیچ بلند و 2 عدد پیچ کوتاه را به همراه واشر تخت و واشر ستاره‌ای در محل مربوطه قرار داده و آنها را با گشتاور 20 تا 25 نیوتن متر محکم کنید. پایه لاستیکی رام را نیز به وسیله دو عدد پیچ و واشرهای تخت و ستاره‌ای با گشتاور 6 تا 15 نیوتن متر محکم کنید. کاسه نمد بوش دنده کیلومتر شمار را مقداری روغن زده و آن را در پایه پینیون دنده کیلومتر جا بزنید. واشر کاغذی پای پینیون را روی پای پینیون قرار دهید. پینیون دنده کیلومتر شمار را پس از گریسکاری از سمت مخروطی بوش به داخل بوش پینیون جا زده و مجموعه را با توجه به شیارهای بوش و زائده های پای پینیون بر روی پای پینیون قرار دهید. و سطح واشر کاغذی را چسب لایک تایت 0708 بزنید. مجموعه را توسط دو عدد پیچ و واشر فنری در محل خود با گشتاور 6 تا 12 نیوتن متر محکم کنید. قرقری را در قطعه ایمنی انتخاب دنده طوری جا بزنید
که وقتی زائده قطعه ایمنی رو به جلوس، ساچمه روی قرقری در سمت چپ قرار گیرد و سوراخ قرقری با سوراخ‌های عبور محور کشویی از قطعه ایمنی انتخاب دنده در یک راستا باشد. محور کشویی را از انتهای تخت آن پس از چرک کردن با گریس نسوس از اولین سوراخ تاپکاور عبور داده، سپس از واشر تخت، فنر دلول، مجموعه قطعه ایمنی انتخاب دنده و قرقری به گونه ای که زائده قطعه ایمنی انتخاب دنده به سمت وسط تاپکاور باشد عبور داده و آن را به سوراخ دوم تاپکاور و بادامک موقعیت دهنده هدایت کنید. توجه کنید که قسمت بیشکل بادامک موقعیت دهنده به سمت راست تاپکاور باشد. دو طرف بادامک موقعیت دهنده را گریس نسوز بمالید. پین رول قرقری سر شفت انتخاب دنده را با سنبه مخصوص و چکش جا بزنید. پین چاکدار بادامک موقعیت دهنده را بر روی بادامک جا بزنید. به منظور سهولت در دمونتاژ احتمالی پین، بهتر است مقداری از طول پین خارج از بادامک باقی بماند. پلانجر طولی زرد رنگ را در سمت پروفیل و پلانجر عرضی مشکی را در سمت جناقی بادامک با گشتاور 35 تا 40 نیوتن متر بر روی تاپکاور ببندید. مجموعه حاصل را بر روی مجموعه کامل دست دنده به گونه ای که پین انتهای مجموعه دست دنده از سوراخ‌های مجموعه محور کشویی و محور رابط دست دنده عبور کرده، با استفاده از چکش مونتاژ نموده و سپس در پوش حلقه‌ای را در محل خود مستقر نمایید. محل نشیمن در پوش آلومینیومی جعبه دنده و تاپ کاور را چسب لایت تایت 518 یا سیلیکون بزنید. سه عدد ساچمه میل ماهک و سه عدد فنر را در محل خود در داخل جعبه دنده مونتاژ کنید. سه عدد اورینگ را در محل خود بر روی درپوش آلومینیومی با استفاده از گریس مونتاژ و سپس مجموعه را توسط 6 عدد پیچ و واشر فنری بر روی جعبه دنده با گشتاور 8 تا 14 نیوتن متر محکم کنید. دو عدد پین تاپ کاور را در محل نشیمن تاپ کاور روی گلدانی عقب توسط چکش جا بزنید. مجموعه تاپ کاور را توسط 4 عدد پیچ، واشر تخت و واشر ستاره‌ای با گشتاور 15 تا 21 نیوتن متر به گلدانی عقب محکم کنید. قسمت انتهایی مجموعه تاپ کاور و دست دنده را توسط 2 عدد پیچ اتصال دست دنده به گلدانی عقب ببندید. گشتاور لازم برابر 35 تا 50 نیوتن متر می باشد. محل درپوش روغن، درپوش‌های پرسی میل ماهک‌ها و محور دنده هرزگرد را در روی سطح جعبه دنده چسب سیلیکون 5900 بزنید. بوسته کلاج را به طور صحیح روی جعبه دنده جا بزنید و توسط پیچ و مهره و واشرهای مربوطه در جای خود محکم کنید. گشتاور لازم برابر 40 تا 50 نیوتن متر می باشد. بولبرینگ کلاج را توسط 2 عدد بست فنری بر روی دو شاخه کلاج ببندید. دقت کنید که بولبرینگ کلاج به سمت سطح صاف دو شاخه کلاج باشد. میله های طرفین و محور وسط دو شاخه کلاج را مقداری گریس نسوز بزنید. بست تنظیم دو شاخه کلاج را بر روی محور وسط دو شاخه کلاج جا بزنید. انتهای مجموعه دو شاخه کلاج را از سوراخ تعبیه شده روی پوسته کلاج از سمت داخل عبور دهید و همزمان بولبرینگ کلاج را از انتهای شفت ورودی به داخل هدایت کنید. سپس پیچ بست نگهدارنده دو شاخه کلاج را از سوراخ مربوطه روی پوسته کلاج عبور دهید و میله های طرفین دو شاخه کلاج را در شیار مربوطه روی پوسته کلاج قرار دهید و در نهایت پیچ بست نگهدارنده را توسط مهره و واشر فنری ببندید.
پیچ مغناطیسی تخلیه روغن را به همراه واشر در محل مربوطه با گشتاور 30 تا 40 نیوتن متر محکم کنید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.